BBC. راه صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی سخت شد. ایران امروز 2-1 از عراق شکست خورد و حالا با 6 امتیاز از 4 بازی در گروه 8 سوم است. مسابقه ایران با عراق تا دقیقه 80 1-1 ادامه داشت، ولی عراق با اخراج مسعود شجاعی کاپیتان تیم ایران توانست گل برتری را در وقت تلف شده بزند. قرار بود این بازی در بصره برگزار شود، ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل ناآرامی‌های اخیر در شهرهای عراق تصمیم گرفت آن را به عمان تخت اردن منتقل کند. حاشیه‌های سیاسی این بازی به خصوص با توجه به این نارامی‌ها بر جنبه ورزشی آن سایه انداخته بود. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما از عمان پایتخت اردن با ماست. پوریا، انتظار می‌رفت که بازی نتیجه دیگه‌ای داشته باشه؟ نتیجه ناامیدکننده‌ای بود برای ایران. درسته، به بحث بندی مسابقه میرسیم. یه نکته رو سریع بگم، این که از نظر بنگاه‌های شرط بندی عراق خیلی شانس کمتری برای برد داشت تا ایران، و خب مشخصاً دلیل اصلیش اینه که ایران بازیکن‌های خیلی مطرح‌تری در سطح بین‌المللی داره و تو سال‌های اخیر هم نتایجی گرفته بود. به نظر میرسه که ایران تیم برتر باشه، ولی حالا که ما داریم مرور می‌کنیم تمام اتفاقایی که تو این چند روز گذشته، از اومدن بازی به اردن می‌بینیم که انگار همه چی این فیلمنامه‌ای بود که از اول نوشته شده بود برای پیروزی تیم عراق. و واقعاً میتونم بگم توی 25-6 سالی که من دارم کار خبر میکنم، مسابقه های ورزشی زیادی رو رفتم، تقریبا اگر که بازی ایران آمریکا که اونجا خب مجاهدین خلق خیلی فعالیت زیادی داشتن و بازی واقعا رنگ و بوی سیاسی داشت رو بخوایم بذاریم کنار، در جام جهانی 98 فرانسه، این مسابقه یه مسابقه کاملا سیاسی بود و احساس میکردیم که بازیکن‌های عراق هم همگام هستند با تماشاگرانی که اومدن در استادیوم. میدونید ما تو این چند روز زیاد صحبت کردیم راجع به اینکه در اردن عراقیایی که اومدن کسایی هستن که از زمان صدام حسین شاید عضو حزب بعث بودن و اینجا خب دل خوشی از ایرانی‌ها نداشتن، ولی که خب در مورد بازیکن‌های عراق این مسئله رو نمیتونیم بگیم. عراقی‌ها از قرار بود این مسابقه تو بصره باشه، از کشور خودشون اومدن به اینجا و انگار همه و همه یک پارچه شده بودن که یک پیام سیاسی رو با این مسابقه فوتبال بدن، و این سناریوی فوق‌العاده‌ای بود براشون که بتونن به ایران بگن که مثلا در امور مملکت ما دخالت نکن. و خب خیلی هم دراماتیک اتفاق افتاد، خیلی هیجانات بالا بود. من تنها خبرنگار ایرانی بودم که توی جایگاه خبرنگاران حضور داشتم. واقعا لحظه‌ای که عراق گل زد، یه خبرنگار عراقی پرید بالا، چنان مشتی به سینه زد که نفسم داشت حبس میشد. خلاصه خیلی هیجان انگیز بود، خیلی تعصب و غرور داشتن عراقی ها و در نهایت تو بازی هم بهتر بودن. تو نشست خبری هم از کاتانچ که خیلی سعی کرد مربی اهل اسلوونی عراق در این چند روزه از سیاست کنار باشه، باز هم در مورد مفهوم این پیروزی برای مردم عراق صحبت کردن. بشنویم صحبت های جواب کاتانچ رو به این سوال. This is just half of the qualifier. Nothing is done. ما فقط نیمی از مسابقات انتخابی رو انجام دادیم. چیزی هنوز تموم نشده. ما از روابط دوستانه ایران و عراق خبر داریم. هنوز یه بازی دیگر با ایران داریم و به 3 امتیازش خیلی نیاز داریم. امروز مردم عراق از من خوششون میاد، ولی فردا اگه بازی رو ببازیم بدشون میاد. فوتبال همینه. از نگاه من بازیکنان ما خیلی احساسی بودن و این باید کم بشه، ولی درک میکنم شرایطشون رو. من مربی حرفه‌ای هستم و باید به بازیکنانم بگم خودشون رو کنترل کنن. ما امشب شادی میکنیم، ولی از فردا باید به بازی بعدی فکر کنیم. ما قبلا جلوی بحرین امتیاز از دست دادیم، ولی بحرینی‌ها امروز نتونستن هنگ کنگ رو ببرن. باید تمرکز کنیم و جلو بریم. پوریا، تیم ایران چی گفته درباره نتیجه بازی؟ بله، به بحث فنی ایران هم برسیم. قبل از اون من فقط یه نکته رو بگم، واقعا الان شرایط برای ایران فوق‌العاده سخت شده، به خاطر اینکه اگه که عراق 4 روز دیگه همین جایی که ما هستیم، زیاد فاصله نداره استادیوم با جایی که الان ما داریم گزارش میکنیم برای شما، 4 روز دیگه عراق با تیم بحرین مسابقه میده. اون مسابقه هم قرار بود در عراق برگزار بشه، به دلیل شرایط امنیتی به اردن منتقل شده. و با این انرژی و روحیه‌ای که تیم عراق گرفته، واقعا تنها نتیجه‌ای که الان میشه پیش بینی کرد اینه که عراق اون بازی رو ببره.
عراق احتمالاً میتونه کامبوج و هنگ کنگ رو هم ببره. بنابراین اگه که بتونه اون امتیازها رو بگیره، 4 امتیاز از ایران جلو افتاده، حتی اگه در تهران ببازه با سنگین ترین نتیجه و ایران تمام مسابقه های خودش رو هم ببره، باز نمیتونه به عراق برسه. در واقع میشه گفتش که با این نتیجه کار سرنوشت سعود از دست ایران خارج شده و باید بچینه ببینه که نتایج مسابقه های دیگه چطور خواهد بود. واقعا یک هدیه آسمانی برای ایران نتیجه عجیب مسابقه هنگ کنگ و بحرین بود که باعث میشه که ایران هنوز شانس داشته باشه که حتی اگه که عراق تمام بازی های خودش رو به جز مسابقه با ایران برد، بتونه به عنوان تیم دوم از گروه بالا بیاد. انتقاد در مورد مسابقه دادن ایران بسیار زیاده. من یادم نمیاد که دفعه آخری که ایران دو تا مسابقه رقابتی رو با هم دیگه پشت سر هم کی باخته. مارک ویلموتس هم الان زیر انتقادهای بسیار بسیار شدیدی هستش. صحبت این میشه که ایشون به خاطر پول نگرفتن در ترکیه مونده بود تا تسویه حساب بکنه با فدراسیون. شنیدیم حتی فدراسیون پول ایشون رو داره 4 ماه آینده هم جلو جلو دادن. بشنویم دلایل مارک ویلموتس مربی بلژیکی ایران در نشست خبری در مورد دلایل این شکست رو. آقای ویلموتس فرمودن که من 30 ساله دارم فوتبال بازی میکنم و مربیگری میکنم. درباره مقصر میتونیم بگیم همه ما مقصریم، ولی ساده ترین کار این هستش که ما دنبال این مقصر بگردیم، یه مقصر خاص رو مشخص کنیم، ولی ما این کار رو نمی کنیم. مرتکب اشتباه شدیم، بله، یه جا اشتباه یارگیری داشتیم، یه کارت قرمز دریافت کردیم، ولی در کل اشتباهات ما کم بود و ما کم اشتباه ظاهر شدیم و چیزی که اتفاق افتاد در واقعیت به نفع ما نبود. و نکته دیگه راجع به انرژی که بازیکن‌ها توی اعتراض کردن و توقف بازی و خطاهایی که صورت می‌گیره باعث در واقع متوقف شدن بازی میشد گفت در لحظاتی اصلا بازی نبود. من این نوع بازی رو دوست ندارم، ولی به هر حال جزئی از فوتباله. پوریا بازی امروز باعث شده خیلی الان مقایسه بکنن، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی، عملکرد آقای ویلموتس با سرمربی قبلی تیم ایران آقای کیروش. درسته جای بحث هم شاید داره، ولی که از حوصله این برنامه احتمالا خارج هست. خیلی بعد صحبت بکنیم. کارلوس کیروش هم بالاخره 8 سال در ایران بود، اول شروع خیلی خوبی نداشت، بعدن کم کم افتاد روی قدتک و تونست نتایج بهتری بگیره. ولی فکر میکنم مشکل اصلی ایران الان سازماندهی هست و یه مقدارش هم شاید دیگه از عهده فدراسیون بر نمیاد، به خاطر اینکه مسئله تحریم ها یک مسئله جدیه که داره به فوتبال ایران ضربه میزنه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، تمام تیم های آسیا به خصوص اونایی که رنکینگ اول گروه بودن مثل ایران برنامه ریختن واسه 4 روز دیگه که استراحت داشتن بازی دوستانه بکنن. این آقای ویلموتس هم الان 4 روز دیگه مسابقه ای رو نداره که حداقل اگر که مشکلی هم وجود داشت از نظر فنی بتونه اینها رو درست بکنه. فکر میکنم یه مقدار زوده برای مقایسه کردن با کارلوس کیروش، به خاطر اینکه شرایط هم شرایط متفاوتیه و ایران واقعا از نظر سازماندهی فدراسیون چه در بحث تعریف‌های تمرینی چه در بحث پول دادن به مربی و مخارج خودشون الان کاملا به مشکل خوردن.